میگم چرا در یک عالی ترین ها میدونیم ما بعضی از شخصیت ها رو داریم که اصلا غیر قابل تکراره. او خود به روایت بسیاری از سینماگران و هنرمندان غیر قابل تکرار است. اکبر عالمی، فیلمساز، استاد دانشگاه و منتقد سینما که در سن 75 سالگی در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 جان خود را از دست داد. او تا پیش از بیماری در حال ساخت فیلم مستندی بود. آقای عالمی فارغ التحصیل سینما از دانشکده هنرهای دراماتیک بود، اما در رشته های تئاتر و ادبیات هم تحصیلات آکادمیک داشت. او ساخت 10 فیلم مستند به چندین زبان را در کارنامه خود دارد. فیلم های مانند مروارید خلیج فارس و تولدی دیگر. همراه و یار آلبرت لاموریس در مستند باد صبا. That's how men have managed to tame the fire they had worshipped. But when you make use of gods, there are always drawbacks. باز مسئولان تیم تهیه فیلم مستند مشهور 4 تمدن دیوید فراست بود. سالها ریاست لابراتوار وزارت فرهنگ و بعد مسئولیت لابراتوار صدا و سیما را به عهده داشت. آقای عالمی در راه اندازی رشته انیمیشن در دانشگاه تربیت مدرس نقش مهمی داشت و کتاب فرهنگ جامعه انیمیشن با نظارت او نوشته شد. کتاب‌ها و مقالاتش در حوزه رنگ و نور و ترجمه‌هایش در حوزه عکاسی برای بسیاری از دانشجویان این رشته‌ها مرجع است. جدا از هنر، تاریخ ایران هم به او مدیون است. او به همراه شهریار عدل، باستانشناس، احیاگر فیلم‌های به دست آمده از کاخ گلستان بود. فیلم‌های تاریخی که نیاز به ترمیم جدی داشتند. با وجود فعالیت گسترده اکبر عالمی در پرورش سینماگران و ساخت مستند، مردم او را به خاطر اجرای حرفه‌ای این برنامه تلویزیونی می‌شناسند. سال‌های بعد از جنگ، تولید برنامه هنر هفتم رویدادی بزرگ برای علاقه‌مندان به سینما و هنر بود. در زمانی که اینترنت و دسترسی به شبکه‌های بین‌المللی پخش فیلم وجود نداشت، برای بسیاری تنها دریچه به سینمای جهان بود. برنامه‌ای که جریان ساز شد و بعد از آن نسخه‌های مشابهی در شبکه‌های مختلف ساخته شد، اما شاید هیچ یک مانند هنر هفتم مورد استقبال قرار نگرفت. اکبر عالمی بسیاری را با جادوی هنر هفتم آشنا کرد، اما در نگاه او آشنایی کافی نیست و هنر با اندیشه به کمال می‌رسد. جهان هستی همه نقش است و نقش زندگی از هر نقشی دلپذیرتر. در گذرگاه حیات ما رهروان تیزپای خیالی. اکبر عالمی در حالی چهره در نقاب خاک می کشد که 75 سال زندگی او گواه تلاش بیوقفش در مسیر ارتقای هنر ایران است. بزرگمهر رفیعا، کارگردان و از همکاران اکبر عالمی از تهران روی خط تلفن با ماست. آقای رفیعا، از دنیا رفتن آقای عالمی فقدان بزرگیه برای هنر و تاریخ ایران. بله، عرض کنم بزرگی که آدم ها به یاد این شعر میندازه که اینجا هنوز کنین گریه کودک در فضا که صدای کلنگ بود کند به دوش میرسد. برای آقای اکبر عالمی واقعا به همین صورت گذشت و متاسفانه در این که عالمی در دانشگاه من بود از 30 پیش باهاش آشنا بودم. در توی نمان که آدم معلم و شاگردی مثل این نیست که یک ساعت برید سر کلاس هفته یه دفعه، روز و شب با هم سر فیلم ها سر این طرف اون طرف. عالمی این فرصت براش خیلی کم بود، هنوز خیلی جا داشت. عالمی خیلی داشت که بده. میتونم بگم که خب ما تو سینما
ایران ما هنرمندان خوب و فرهیخته و برجسته داریم، کارگردان بازیگر اینا، ولی هیچه بخشای تکنیکی هم آدم هایی هستن برجسته که متعاطون پشت دوربینن کمتر شناخته میشن. اکثر عالمی یکی از اینه بود، اکثر عالمی به گواهی شاگرداش که الان اکثرا از بزرگای سینمای ما هستن خیلی داشت که بده. این مثلا میتونم بگم در زمان اون اوائل که مثلا سربداران، در سریال سربداران که ایشون بخش جلوه های نیجاش داشت، اگر اکثر عالمی و هنرش نبود اون سریال اون سریال نمیشد. حالا از نظر فنی و تکنیکی هرش میکنم و خیلی فیلم های دیگه که به اصطلاح اثرش گذاشت. مدت ها رئیس بخش لابراتوار وزارت ارشاد، نه این طرف انقلاب، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تلویزیون و کارهای چقدر بدی بود نظراتش و چقدر مفید به حال اثر. توی کارهای به اصطلاح تئوری سینما هم حتما میدونید که برنامه ای داشت اسم هنر هفتم. این برنامه که در خلاف روال معمول معمولا فیلم های میگذاشت که زیاد توجه عامه را در اون زمان ها جلب نمی کردن به خاطر اینکه فیلم های دشوار و اندیشه برانگیز بودن. میدونید تماشاگر ما مدت ها یا هنوز هم زیاد به اندیشه اصلا کاری نداره، به ظاهرش کار داره، به هیجانش کار داره، به تعمیرش کار داره. این برنامه هنر هفتم معمولا این نوع فیلم ها رو میذاشت. مثلا فیلم های تارکوفسکی رو در ایران بیشتر معرفی کرد به عنوان نمونه. این برای چند سال من باش همکاری میکردم، خیلی تو برنامه هاش بودم. برای چند سال به معروف تاپ نمبر وان بود تو تلویزیون. یعنی از بسیاری از این کمدی ها و سریال ها و فلان اینا که خنده عجیب‌غریبی داشتن تو عامه، این برنامه برای عامه هم حتی اونطور بود. با وجود این فیلم های چیزی که نوع فیلم هایی که به بحث تحلیل میگذاشت و آدم هایی رو که میابود که تحلیل کنن. ممنونم.